با ادامه صبح و زندگی خوش آمدین و در بخش نبض سلامتی هستیم. دکتر مهریه با ما هستن و امروز قرار است در مورد یکی از موضوعات خیلی مهمه که یکی از مشکلات است که بیشتر به خانم ها و دختر خانم ها رخ میده و بیشتر امروز معلومات را در مورد پی‌آی‌دی یا هم چرک رحم امروز از دکتر مهریه میدوشه باشیم که چی است، علائمش چی است، راه های تداویش چی است، راه های جلوگیری از این مرض چی است و چقدر خطرناک بوده میتونه. بیشتر بر ما شما دکتر مهری امروز معلومات میدن. خوش آمدین دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلامت باشین. سلام به شما، سلام به بیننده های عزیزی که ما را از طریق تلویزیون جهانی آریانا میبینن. خدا کنن یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن. انشالله. بسیار تشکر و خوشحال هستیم که بازم شما را در برنامه با خود داریم. خب پی‌آی‌دی یا هم چرک رحم یکی از موضوعات خیلی مهمی است که مطمئن هستم بیشتر از دختر خانم ها و خانم ها شاید تجربه کرده باشن. خوب است که اول در مورد موضوع کمی که بر ما معلومات بتین. ممکن است که به بسیار از خانم ها هنوز ناشناس باشه. بله، پی‌آی‌دی خوب است که برتان بگویم پلویک انفلاماتوری دیزیز است که خود هم اصطلاح طبیش می باشه یا به اصطلاح عوام ماشما چرک رحم که زیاتر دختر خانم ها را مصاب می سازن. اگر بگویم تمامگی اشتباه نکردیم، همگی در دوره جوانی خود و یا دوره کهولت خود را تجربه کردن. خوب است که یک معرفی خود از رحم داشته باشیم و اناتومی رحم که خود رحم شکل ناکماننده داره، در قسمت قدام با بطن وصل است و در قسمت پایانش با عنق وصل است و در دو طرف از این نفیرها و تخمدان ها وصل می باشه و خود پی‌آی‌دی یا چرک رحم همین خود چرکین شدن رحم، عفونی شدن رحم و یا منتن شدن رحم به نام خود پی‌آی‌دی یا پلویک انفلاماتوری دیزیز یاد میکنن. بسیار خوب. چه عوامل باعث میشه که ما دچار این مرض میشیم؟ عواملش بسیار زیاد میباشه. خوب است که برتان بگویم یک عوامل از اونا به امی خود انتانات خود رحم و یا محبل میباشه، مانند گونوریا، مایکوباکتری و جینالس میباشه و همچنان سقط ها میباشه. وقتی که خانم سقط میکنه ممکن است کدام پارچه دا داخل رحمش مانده باشه و این باعث منتن شدن رحم شوه و یا آیدی یا لوپ را که خانم به خاطر امی بارداری جلوگیری از بارداری استفاده میکنه میتونه که اون باعث خود امی رحمشان چرکی بسازه و یا همچنان گفته میتونیم اگر کدام پارچه از رحم میگیرن به خاطر کدام چک میکنن او میتونه کدام انتان به داخل رحم بره و یا ماینی دامن که زیادتر امی خانم ها را میکنن میتونن که امی چرک به داخل خود رحمشان بره که یکی از عوامل عمدهشان امی ها میباشه. آیا دختر خانم ها هم مبتلا یا هم دچار به این مرض میشن؟ زیادتر بله، سنینی را که مصاب میسازه از 15 تا 25 سال هستن و اینا کسایی میباشن که امی حفظ الصحه خود درست مراعات نمیکنن. بله، یگانه دلیلش دختر خانم ها حفظ الصحه هست. بله. بسیار خوب. و چقدر خطرناک بوده میتونه و چطور ما متوجه شویم که دچار پی‌آی‌دی شده؟ بله، اگر امی انتان و یا امی چرک به اصطلاح ما شما از داخل رحمشان به داخل خون بره، این میتونه کشنده هم باشه و زیاد باید احتیاط کنیم. اگر زیادتر از این عرض نمیداشته باشه، هیچ دختر خانم درد یا چیز احساس نمیکنه، باید اینا پیش دکتر خود برن. امی که مثلا پریودشان زیادتر دردناک میباشه و یا مثلا یک درد بسیار حس میکنن در قسمت بطن خود و یا پاهای خود و یا رانهای خود، اینا خوب هستن که برن پیش دکتر مراجعه کنن. بر از اینا معاینات میتیم، چک میکنیم، بعد از برشان ادویه توصیه میکنیم. قطع شدن ماهیانه پیروید هم میشه که عرایزش باشه؟ یعنی قطع شدن عادت ماهوار بله یا میتونه که باشه، ولی اونقدر مهم نیست، که زیادتر نمیتونه، ولی در زیادتر که به صورت های بالاترش رفته باشه یعنی جدیتر شده باشه میتونه قطع عادت ماهوار هم رخ بده. بسیار خوب. چقدر مدت تداویش میگیره؟ مراحل تداویش چقدر است در خانم ها و دختر خانم ها؟ آیا فرق میکنه یعنی یا یک مدت کوتاه تداویی داره؟ مدت تداوی از 14 روز معین را در بر میگیرم به خانم ها و هم به دخترا. باید 14 روز تحت تداوی دکتر خود باشن. بر از اینیا دو ادوی آنتی بیوتیک برشان که کمباین باشه برشان توصیه میکنیم و برشان گفته میشه که در طول همین 14 روز که برشان ادویه توصیه میکنیم باید نزدیکی با شوهر خود نداشته باشن
و کسایی که دختر خانمایی که هستن الحمدلله افغانستان ما از این چیزا دور هستن، بازم این زیاتر به کسایی را مصاب می‌سازن که پارتنرای جنسی متعدد می داشته باشن. و همین دختر خانمایی که زیر سن 15 تا 25 سال است، برشان توصیه میشه که می پارتنرای خود اصلاح بسازن، یعنی از این کارها جلوگیری بکنن و دمی 14 روزم با شوهر خودان نزدیکی نداشته باشن، ان شاء الله بهتر میشن. و بیشتر از خانم ها هستن زمانی که تداوی میکنن دوباره برگشت میکنه، آیا دلیلش ربط به مو شوهرشان هم داره یا خیر؟ بله، این دوباره اوت به خاطر انتان میکنه یا ادویه خود درست استفاده نمیکنن، یعنی همین زمانی که میبینن اینا جور شدن دوباره استفاده نمیکنن، این ادویه خود باید تا 14 روز مکمل می اردو آنتی بیوتیک خود باید بگیرن، اگر نگیره دوباره انتان اوت میکنه و اردو پارتنر دی بسیار زیاد مهم است، هم خانه و هم شوهر، و هر دوی از اینا رو ما یک جای تداوی میکنیم، هر دویشان رو معاینه میکنیم، هر دوی از اینا رو باید چی کنیم؟ تداوی کنیم، درشان آنتی بیوتیک بدیم و نزدیکی هم با هم دیگر باید نداشته باشه. بله، چون بسیار از مواقع رخ داده بر خانم ها که تداوی خود مکمل انجام میتن ولی باز دچار مرض میشن، آیا در دختر خانم ها هم برگشت داره بعد از این دوره که 14 روزه اینا تداوی میشن؟ بله، اگر همی دوباره افضل صحه خود مراعات نکنه، چیزایی را قبلا ما گفتم از جلوگیری کنه، دوباره انتان اوت میکنه و دختر خانم ها را مصاب میسازه. و چه کارهایی را ما باید به خاطر جلوگیری از این انجام بدیم تا صحتمند باشیم و دچار پی‌آی‌دی نشیم؟ قبلا هم به شما گفتم وقایع از این بسیار زیاد مهم است که ما از این انتان خود باید جلوگیری کنیم، امی است که پارتنرای متعدد نداشته باشن و حفظ صحه خود مراعات کنن، در هنگام عادت ماهوار خود یا در دوری که در پریود می باشن اسپدهای خود پدای خود زود تبدیل بکنن، اسپدهایی که با کیفیت عالی از اونا استفاده کنن، انشالله که دوباره انتان اوت نمیده. بله، و ورزش کردن و رژیم غذایی سالم چقدر میتونه که کمک بکنه دختر خانم ها رو و خانم ها رو به اینکه دچار این مرض نشن؟ در تمام امراض امی ورزش کردن، رژیم غذایی مناسب بسیار رول خود را داره، و اگر امی دختر خانم ها آب بیشتر استفاده بکنن و از غذاهای سی استفاده بکنن، زودتر انشالله شفایاب میشن. بسیار خوب، بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه به برنامه ما تشریف آوردن و باز هم روی یکی از موضوعات مهمه که برای خانم ها و دختر خانم هاست بر ما معلومات دادن. و خوب است در مورد از این بر ما بگوین دکتر صاحب که زمانی که دختر خانم ها یا هم خانم ها بعض از ادویه ها استفاده میکنن خودسرانه و برشان گفته میشه که به خاطر پاکی رحم خوب است یا همی ویتامین داره و خیلی خوب است به این که ما را کمک میکنه، یا هم در دوران پیرودیش از بعض از ادویه ها استفاده میکنن به خاطر گم شدن درد، آیا این ادویه ها هم ضرر میتونه داشته باشه در رابطه با اینکه ما دچار چرکی رحم شویم؟ بله، یک علت عمده از این کمی که ما را مصاب میسازه به پی آی دی یا به چرک رحم، یک علت عمده شمی است که از ادویه های خودسرانه استفاده میکنند، دکترها برشان توصیه نمیکنه، خودشان استفاده میکنند، در حالی که معاینات دقیق لابراتوری صورت نگرفته، لپاروسکوپی نشده و یا الترا ساوند صورت نگرفته، همین ادویه های خودسرانه را استفاده میکنه، باعث از همین میشه که دوباره می ادویه را استفاده کرده به پی آی دی اینا دوباره مصاب شوند و اینا باید جلوگیری کنن ادویه های خودسرانه را استفاده نکنن، حتی اگر ویتامین هم باشه. بسیار خوب، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر گفتنی از شما باقی مانده باشه یا هم پیام دارن به خانم ها و دختر خانم های عزیز هستن میشنیم. تشکر از شما بیننده موفق از شبکه جهانی تلویزیون آریانا. تشکر. سلامت باشین، روز خوش بر همه گیتان میخواییم، ممنونتان. سلامت باشین، تشکر. و تشکر از امروی شما هم در تلویزیون جهانی آریانا، میتونن که بیننده ادامه برنامه ماست آریانا نیوز باشن و در آریانا هم میتونن بیننده مسابقات کرکت باشن. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه.